داستان شقایق از مجموعه داستان تبر فاطمه اختصاری شرط بسته بودیم هر کس بتواند مخ یکی از زنهای همسایه را بزند و باهاش بخوابد پستر امضا شده داریوش که امو از آمریکا سوقاتی آورده برای او می شود مجید گفت این نه میگن دیوونه است مطمئنی آخه خیلی گفتم حداقل شوهر نداره گفت ولی اگه این بارم در و وا کرد بی خیالش شد. این همه زن بند کردی به این بد سلیقه گربه را انداخته بودم توی سبدش. مجید آن طرف کوچه ایستاده بود. زنگ زدم و یک قدم عقبتر ایستادم. در را باز کرد. نوک سینه هایش از زیر لباس بلند و گشاد خاکستری زده بود بیرون. گفتم میشه این گربه را هم نگه دارین؟ گربه خودمه. مامانم گیر داده که موبلا رو خراب میکنه گفت بیارش پشت سرش راه افتادم باسن بزرگش چپ و راست میشد نمیشد فهمید شرت هم دارد یا آن را هم در آورده وارد حیات شدیم چند تا گربه حلقه زده بودند دور یک ظرف غذا و از سر و کول هم بالا می رفتن. گفت ولش کن اینجا در سبد را باز کردم و گربه را گرفتم سمتش گفتم این خونگیه حواستون بیشتر بهش باشه اسمش میشاست اگه فرار کرد به من ربطی نداره ها میشه بیام بهش سر بزنم فقط دوتا زنگ بزن اگه وا نکردم برو پی کارت گربه راول کردم و آمدم بیرون احساس خفگی میکردم مجید گفت خوب چی شد حرفم زد چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم حله موهاش چرا اینجوری بود؟ اسمش چیه؟ چه جوری بود مگه؟ خیلی دیوون است پسر اصلا از قیافش معلومه خونش چه جوری بود؟ اتاقاشو دیدی؟ نه هیچی ندیدم ولی مجید خداحافظی کرد و دوید آن سر کوچه تاهر خانم بود انگار که از خرید می آمد. مجید پریده بود ساکش را بگیرد و تا خانه بیاورد سبد میشا را برداشتم و رفتم سمت خانه ما. فصل بازی میشا را از زیر میز برداشتم کلاسورم را هم زدم زیر بغلم که بروم پیشش مامان داد زد گربه بیچاره رو کجا بردی دو روزه در را بستم و داد زدم مگه غور نمیزدی از دستش بردمش دیگه دو تا زنگ زدم و یک قدم عقبتر ایستادم چند دقیقه گذشت داشتم ناامید می شدم که در باز شد رفتم داخل راهروی باریکی بود که انتهایش به حیات می رسید. رفتم توی حیات چند تا گربه این طرف و آن طرف می شرخیدن. میشا را پیدا نمی کردم. گفتم خانم چند بار میشا و خانم را صدا کردم رفتم داخل راهرو سمت چپم اتاقی بود که درش باز بود سرک کشیدم پرده های اتاق همه کشیده شده بود و تنها چراغ مطالعه پای بلندی گوشه اتاق روشن بود خانم نشسته بود روی مبل رنگ و رو رفته ای و کتاب میخواند میشا و یکی دو تا گربه دیگر هم دور برش لم داده بودند اسباب بازی میشا را تکان دادم صدایش را که شنید آمد سراغش نشستم نوازشش کردم و اسباب بازی را برایش انداختم دنبالش دوید بلند شدم و بلند گفتم سلام سرش را از توی کتاب در آورد و نگاه هم کرد موهایش را از دو طرف باز کرده بود و ریخته بود دورش خیلی بلند بودند از فرق سر تا وسطهایش مشکی بود و بقیهش زد عینکش را برداشت و گفت سلام گفتم یه ذره از غذاش مونده خونه از این غذاهای مخصوص گربه میشه بیارمشون بدین گربه ها عینکش را زده بود و دوباره سرش توی کتاب بود دلم میخواست بفهمم چی میخواند از روی زمین تا ارتفاع دسته مب کتاب روی هم چیده بود که لای بعضی هایشان کاغذی هم گذاشته بود گفت بیار گفتم الان که دارم میرم مدرسه عصر که برگردم میارم فقط تو رو خدا در رو کنین خانم قفوری سرش را فوری بالا آورد و گفت شقایق هیکلش را در مب جابجا کرد و دوباره سرش را برد توی کتاب و گفت خدافز فصل لباسم را عوض کردم اتکلون زدم و پلاستیک زایات گوشت را برداشتم که بروم پیشش فهمیده بودم اصلا دلش نمیخواهد از خانه بیاید بیرون هفته یک بار میرفت سوپری سر خیابان اصلی و سریع برمیگشت خانهاش هر سه روز یک بار هم میرفت مغازه محمدی که زایات گوشت را برای گربه ها بخرد از وقتی که من گفته بودم به جایش این کار را می کنم، انگار بار سنگینی را از دوشش برداشته بودم. آقای محمدی پرسیده بود دیگه خودش رو نمیان؟ گفته بودم نه سپردن به من با اخم نگاه هم کرده بود و گفته بود شوهرش رو میشناختی آقای غفوری؟ گفته بودم نه گفته بود پس که اینجور خب باشه سلام برسون دوشنبه ها زنگ می زدم و پنج دقیقه صبر می کردم. اگر باز نمی کرد پلاستیک را میگذاشتم و میرفتم پی کارم. ولی قرار شده بود جمعه ها حتما در را باز کند. اینها را خودش نگفته بود به زور از دهانش بیرون کشیده بودم و قول گرفته بودم که حداقل جمعه ها مطمئن باشم که در را باز می کند. فقط کافی بود از روی مبلش بلند شود و بیاید آیفون را بزند. دوباره برود بنشیند روی مبلش و رو با کتاب ها یا کنترل تلویزیونش ور برود. من هم همان اطراف بپلکم و با میشا بازی کنم و گاهی دید بزنم. فقط پیراهنهای گشاد تنش میکرد. اما خوبیش این بود که زیرش هیچ چی نمیپوشید. اگر راه میافتاد دنبال گربه ها یا خودش را توی مبل جا به جا میکرد میشد سایه از بدنش را دید. میخواستم این بار سر حرف را باز کنم تا بتوانم کمی بهش نزدیکتر شوم. گفتم میشه یه چای بریزم؟ داشت تلویزیون میدید و انگار سرحال بود. گفت که بریز از توی آشپزخانه داد زدم شما پررنگ میخورین یا کمرنگ کتری برقی روی میز بود دوتا چایی چای کیسه ای از جیبم بیرون آوردم و انداختم توی لیوانها، چایی چای را که دادم دستش نگاه هم کرد دیدم چشم خاکستری است یا شاید هم سبز گفتم میشه پرده ها رو باز کنم و بدون اینکه جواب بدهد رفتم سمت پنجره و پرده ها را کنار زدم. نور زد توی اتاق سرش را برگردانده بود و با چشم های ریز شده نگاه هم می کرد. چند تا قند از جیبم درآوردم و گرفتم طرفش. خنده اش گرفت. گفت قندون اونجاست. روی زمین کنار ستون کتاب ها نشستم و یکی یکی اسم هایشان را از کنار خواندم. گفتم میشه یک کتاب ازتون قرض بگیرم؟ گفت اون سفیده رو بردار اگه نخوندیش از لای کتاب ها کشیدمش بیرون صد سال تنهایی او صد سال کی میتونه صد سال تنها باشه چیزی نگفت اما با چشم های خاکستریش زل زده بود به من گفتم شما چند سال تنهایی نگاهش را دوخت به تلویزیون اما میفهمیدم که نگاه نمی کند و توی فکر است با چند تار مویش بازی میکرد گفتم شما موهاتون خیلی قشنگن شقایق خانم برگشت سمتم میخواین براتون رنگشون کنم؟ بلدم برای مامانم من رنگ میذارم سرش چشمهایش گرد شده بود و لبخند رنگی گوشه لبش بود البته رنگ خیلی سخت نمیتونم ولی خرمایی و زرد و اینا بلدم برم الان رنگ بخرم؟ چند لحظه ساکت بدون هیچ حرفی نگاه هم کرد و بعد گفت امروز تعطیلن داشتم از خوشحالی بال در می آوردم اما می خواستم به روی خودم نیاورم پس دوشنبه حتما در وا کنین دیگه فقط چه رنگی بخرم؟ به چاییش نگاه کرد و گفت این رنگی فصل پلاستیک روکش کت بابا را برداشته بودم و بالایش را سوراخ کرده بودم گفتم سرتو از توی این در بیار و کمکش کردم تا کل پلاستیک روی پیراهن بلند قرمزش کشیده شود دست انداختم زیر موهایش و همه را به آرامی از زیر پلاستیک درآوردم و ریختم روی شانهش. در کیفم را باز کردم و برس را درآوردم. گفت خودم برس دارم اونجاست. رفتم داخل توالت. خودش هم دنبالم آمد و رفت نشست روی لبه وان. گفت زیاد که کسیفکاری نمی کنی. گفتم نه ولی اگر ریخت خودم تمیزش میکنم. کنم. هرفعیم به هم میگن حمید رنگ کار. خندهاش گرفته بود و نمی توانست جلوی خندهاش را بگیرد. بدن سنگینش سرخ خورد توی وان ولی هنوز می خندید. هایش اشکی شده بود. من هم خنده هم گرفته بود. از تهمانده آب توی وان دامن پیراهنش خیس شده و چسبیده بود به پاهایش. پلاستیک هم هی روی تنش تکان می خورد و جرق جرق صدا می داد. نوک پستانهایش زده بود بیرون. حالم خوب نبود و تمام بدنم منقبض شده بود گفتم همونجا توی وان بشینی بهتره اگه رنگ ریخت شستنش راحت تره ترجیح دادم پشتش به من باشد که شلوار باد کرده را نبیند موهایش را شانه کردم و به چند بخش تقسیم کردم چند تا گیره از جیبم درآوردم و زدم به هر طرف رنگ را آهسته و کم کم می روی موهایش شانه می زدم و بعد لوله می کردم و گیره می زدم بالای سرش دست یادم رفته بود بیاورم و دستهایم قرمز شده بود حالم بد جور خراب بود و چون توالت و حمام یک جا بودند نمی توانستم به بهانه دستشویی بروم و خودم را خلاص کنم کل رنگ را که گذاشتم روی سرش موها را مرتب کردم و پلاستیک را با احتیاط از دور بدنش کشیدم تا بالای سرش و همه موهایش را جمع کردم توی پلاستیک دستم میخورد به انحنای شانه ها و گردنش چشمهایم را بسته بودم و موهای دور گردنش را آهسته لمس میکردم در همان لحظه ارضا شدم لرزش بدنم در صدای جرق جرق پلاستیک و وول خوردنهای شقایق گم شد. سست شده بودم و نمی توانستم بیستم. نفسم بالا نمی آمد. دلم می خواست محکم بغلش کنم و پشت گردنش را ببوسم. یک نفس عمیق کشیدم که مثل آه بود. بعد از چند لحظه توانستم به خودم مسلط بشوم. گفتم بر نگرد که پشت تو اینجاها رنگ ریخته. باید بشورمش. فوری دوش را باز کردم و گرفتم روی خودم تا قسمتی از لباسها و شلوارم خیس بشود ایستاده بود توی وان و پشتش به من بود دوش را گرفتم پشت پایش دامنش چسبیده بود به باسن و پاهایش دستهایش را گرفته بود به پلاستیک روی سرش و از وان درآمد خودم را کشیده بودم یک گوشه تا از حمام برود بیرون چقدر همه جا رو خیس کردی آقای رنگکار بیرون که رفت در حمام را قفل کردم و تکه دادم به دیوار چشمهایم را بسته و دلهوره گرفته بودم که نفهمیده باشد زد به در و گفت یه بلوز و شلوار و حوله گذاشتم دم در اگه خواستی دوش بگیر فصل با صدای سوت برگشتم مجید بود که داشت میدوید سمتم ایستادم تا برسد در حالی که نفس نفس میزد گفت چطوری چه, چه خبرا هیچی خبر جدید بابا از اون خبرا من هیچ خبری با خنده گفت خب پروژه طاهر خانم تمام و سلام. خندیدم و گفتم جدی چاخان نکنی ها؟ بله پس چی فکر کردی؟ نشون به اون نشون که رو تختی اتاقش گلای بنفش داره. یه ماه گرفتگی هم روی کمرشه. تو چی؟ وقت تموم شد. من؟ من که؟ من نه. از خوشحالی بال درآورده بود و مدام ورجه ورجه می کرد. هیلی لی لی پس پستر مال من دیگه. هیلی لی 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 لی. یعنی تو هیچ کاری نکردی؟ بینیم را خاراندم و گفتم نه نه دیگه پاما از همون در راه رو اونورتر نذاشتم. باشه مال تو دیگه. زد به پشتم و گفت دمت گرم فردا بیاریش پس لولش نکنی آخ, خراب میشه. گفتم فردا که جمعه است نیستم پس فردا برات میارم دست دادم و خداحافظی کردیم سرعتم را تندتر کردم احساس سبکی می کردم لبخند می زدم و می دویدم چشمهایم را بسته بودم و باد می خورد به صورتم صدای مجید را می شنیدم که داد می زد لولش نکنی ها داستان شقایق از کتاب تبر فاطمه اختصاری